آن مرد در نزدیکی های همین خزان رفتنی است. در برق ریزان سال 1393 هجری خورشیدی، مردی که حدود 13 سال پیش از این روز با ظاهر متفاوتی دل به دریای حکومت زد، دریایی که رنگش از هر سرخی سرختر بود. در آن زمان ها که کرزی از کرز قندهار بود و نه یک رئیس جمهور، بیشتر میخندید، شادتر بود و پرگپ‌تر، با موهای کم پشت مثل حالا اما کمی سیاه رنگ‌تر، چهرهش بشاشتر، قدش ایستاده‌تر و نگاهش مهربان‌تر بود. در آن روزها که تکه پیراهنش را میشد در بازار پل خشتی هم یافت و عطرش مارک اروپایی نداشت، بوتهایش براق نبود و رنگ پوستش به زردی نمی‌زد. در آن روزها او به افغانستان آمد تا رئیس جمهور شد. اما گویا او در این 13 سال به اندازه 30 سال چهره باخته است. در این سالها که شهرها آبادتر، خانه‌ها امن‌تر و درختان سرسبزتر از گذشته، اما او روز به روز خمیده‌تر و دلنازک‌تر از گذشته می‌شد. به طوری که احساس می‌کنیم خشت خشت آبادی این سالها را او با دستانش روی هم مانده باشد، که شاید مانده باشد. بله، به نظرم او رئیس جمهور یک کشور نه، بلکه رئیس جمهور یک ویرانه، رئیس جمهور مشتی به بیگانه فروخته و شماری همه چیز باخته به افراد فروخته شده و بیگانه شده. بله، او به معنای واقعی کلمه رئیس جمهور سرزمین فریادها و ناله‌ها شده. فریاد مادری که فرزندانش را از دست داده بود، پدری که پسری را از دست داده بود، و یا کودکی که هر دو را به واسطه یک گلوله به خدا سپرده بود. مثل اینکه او آمده بود تا بر اشک‌ها ریاست کند و بس. البته در این مدت او هم کم از دست نداد، برادرش را با دستانش خاک کرد و اشکی نریخت، پسر کاکایش را کشتند و دم نزد، آبرویش را بردند و چیزی نگفت و قصد جانش را کردند و نترسید، زیرا هم مغم او چیز دیگری بود، نگرانیش آینده این مرزبان بود. تا اینکه دلاشوبی هایش کار دستش داد و در یکی از روزها بغض گلویش ترکید تا اشکش را هم دیده باشه. مردی که قرار بود بر ما ریاست کند خودم دیدم که التماسم کرد و اشک ریخت. جالب است، او اشک ریخت اما بعضی ها در همان روزها به او خندیدند و گفتند که اشک تمساح ریختن از چشمان رئیس جمهور. اما او باز هم در برابر این گپ‌ها سکوت کرد. با شنیدن این حرفا احساس کردم که ابلیس خیلی بیشتر از آن چیزی که فکرش را می‌کنیم بر بعضی ها نفوذ کرده است. منتقدانش رادیوهایشان را تنظیم کردند روی موج تخریب، روزنامه‌هایشان را ستون بندی کردند با تیتر توهین، تلویزیون‌هایشان را همگام کردند در برنامه کوبیدن کرزی، سایت هایشان را قالب بندی کردن به شکل تهدید تا این مرد قندهاری تسلیم شد، راه رفته را برگردد، پایش را پس بکشد، عقب نشینی کند که نکرد. با این حال او حالا رفته نیست. چه خوشحال باشیم و چه ناراحت، چه از خوشحالی جشن بگیریم و پای کوبی کنیم، چه سیاه بپوشیم و بر صورت ما ناخون بکشیم. حامد کرزی می رود. نمیدانم که در این دم آخر باید از او تقدیر کرد یا همچنان به او توهین کرد. راستش این چیزی است که تنها خود او میداند و خدایش و بس. پس خدایا سفرش را به خیر داشته باش. رئیس جمهور ما، خداحافظ.